بسم الله الرحمن الرحیم سلام و شام شما بخیر خیلی خوش آمدین به برنامه با مردم خداوند را سپاسگزار هستیم که در محضر شما خوبان هستیم مخصوصا در خدمت جوانان عزیز به عنوان مهمترین و گران سرمایه های بشری و معنوی جامعه ایمان و امیدهایی که آینده کشور به همت و اراده اونا برای آبادانی و پیشرفت امید بسته همچنان که به نوعی اشاره هم کردم به موضوع برنامه امروز یا امشب در مورد جوانان صحبت می کنیم و اینکه وضعیت جوانان در جامعه ما به چه صورت هست جوان در کشور ما و در نظام سیاسی و نظام فکری مردم ما چه جایگاهی دارد ما چه نوع نگاهی به جمعیت جوان داریم چه انتظاراتی از جوانان داریم و جوانان چه نقش هایی میتونن بازی بکنن برای بهتر شدن وضعیت جامعه چقدر میتونن مؤثر باشند برای باسازی کشور برای آبادانی کشور برای پیشرفت کشور نقش جوان در زمینه تحصیل و شکوفایی علمی و معنوی جامعه چقدر برجسته است اینا همه موضوعاتی است که قابل تعمل هست و ما انتظار داریم که با تماس هایی که شما بزرگواران میگیرین این برنامه غنیتر و پربارتر شود و قطعا هم همینطوره پرسش دومی که مطرح شده در برنامه امشب این است که ما چگونه از نیروی جوان برای آبادانی و پیشرفت کشور باید استفاده بکنیم شما میدانیم که تمام دستاوردهای جوامع دیگر در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، علمی، سیاسی و هر موضوعی که مربوط میشه به در واقع پیشرفت بشر و شکوفایی استعدادهای بشر ریشه در شکوفایی و باروری و فعلیت یافتن استعداد و نیروی جوان جامعه است بسیاری از کشورهای مدرن و پیشرفته امروز با بحران سن بالا مواجه هستند و از اونا تعبیر میشه به کشورهای پیر یعنی کشورهایی که بخش و عمده جمعیتشان را افراد بالای سن جوانی تشکیل میتن یا در واقع پیرمردها یا پیرزنها جمعیت اونا را بیشتر به خود اختصاص دادن و این کشورها برای جوانسازی جامعه خودشان برنامه ریزی دارند، ترح دارند و ایده دارند که در حال عملیاتی شدن است مثلا یکی از اون ایده ها جذب نیروی مهاجر جوان هست در کشورهای اروپایی مخصوصا مثلا ما در آلمان با این وضعیت مواجه هستیم عمده کسانی که از کشورهای مثل افغانستان یا کشورهای بحران زده خاورمیانه جذب میشن به عنوان مهاجر یا پذیرش میشن به عبارت درستتر نیروی جوان هستند و البته ترجیحن کسانی که توانایی انجام کارهای مهم و مفید را برای اون کشور دارند یا مثلا چین را شما در نظر بگیرید به عنوان یکی از دو کشوری که بیشترین جمعیت جهان را به خودش اختصاص داده اخیرا برنامه ریزی کردن برای زاد و ولد بیشتر و در واقع دولت به خانواده ها اجازه داده که فرزند آوری بکنن برای چی؟ برای اینکه جلوگیری بکنن از پیر شدن کشور در واقع جوان نیروی محرک و چرخه اصلی پیشرفت و ترقی و تکامل علمی و معنوی و سیاسی و اقتصادی جوامع رمی سازه به همین جهت است که کشورهایی که دارای نیروی جوان هستند، همیشه در حال پیشرفت هستند، همیشه در حال تحول هستند و گام های پیشرفت را بلندتر و استوارتر و نیرومندتر برمیدارند حالا ما در کشور خودمان، در افغانستان عزیز، با جوان چه کار میکنیم؟ حکومت پیشین چه برنامه ای داشت برای جوانان؟ و چقدر اون برنامه ها راستین و مؤثر بود و میتونست استراتژیک باشه، راهبردی باشه و کمک بکنه به پیشرفت جامعه و شکوفایی استعدادها و توانمندی های ذاتی و درونی نیروی جوان و حکومت فعلی میانش با جوانان چگونه است؟ آیا حکومت موجود رابطه خوبی با جوانان دارد؟ آیا امکان رشد و پیشرفت جوان و زمینه های تحصیل و فراگیری علم را برای نسل جوان ما به درستی و به خوبی آماده کرده یا اگر احیانا خب تو خطایی در کار هست و سیاست گذاری اشتباهی در کار هست شامل چه مواردی میشه و ما چگونه میتونیم این موارد را اصلاح بکنیم 020 25 ۵ خب و اما در فیسبوک اگر همکاران مهربان من همکاری بکنن و باز بکنند بله آقای بایزید آقای جمعه انصاری نوشتن بایزید بستامی از قول بایزید بستامی که یکی از بزرگان عرفان در تاریخ اسلام هست نوشتن که هیچ کس بر من غلبه نکرد که جوانی از بلخ مرا گفت یا بایزید حد زهد شما چیست؟ من گفتم چون بیابیم بخوریم و چون نیابیم صبر کنیم جوان گفت سگان بلخ همین صفت را دارند پس من گفتم حد زهد شما چیست؟ گفت ما چون نیابیم صبر کنیم و چون بیابیم ایثار یعنی این خیلی بالاتر و با و ارجمندتر از حالت اولی است که می گفت چون بیابیم بخوریم و چون نیابیم صبر کنیم که جواب دندان شکنی هم دریافت کرد که سگان بلخم هم همی همین کار میکنند ای کاش حالا نتیجه ای که آقای انصاری می گیره. ای کاش آن روحیه حماسه و ایثار و فداکاری و صبر در بین جوانان وطنم دوباره بازگردد و جوانان به این حقیقت برسند که وطن هتل نیست که وقتی دیدیم خدماتش خوب نیست ترکش کنیم موفق باشید خیلی ممنون از آقای انصاری شما هم موفق باشین این تعبیر وطن هتل نیست را ما در برنامه های قبل هم از آقای انصاری داشتیم و چقدر خوب و دقیق است حقیقتا اما بازگشت او روحیه ارجمندی که آقای انصاری بر او تاکید میکنه از آرزوهای دیرینه همه ماست ما سرزمین ایاران بودیم ما سرزمین جوانمردان بودیم و بهترین افراد فداکار و ایثارگر و دل بزرگ و دریادل را در خودمان داشتیم در واقع اون فرهنگ متعالی و ارزشمندی که در جامعه ما نهادی نبود اون سنت حسنه بی بدیل و بی نظیر ایاری و رادمردی و فتوت و مروت و فداکاری که در رگ و ریشه و در پوست و گوشت و در اعماق قلب یکایک شهروندان این سرزمین ریشه دوانده بود امروز متاسفانه در حال از بین رفتن و خشک خوش... شدن و خشکیدن هست و ای کاش او روحیه دوباره برگرده دوباره برگرده باید بپذیریم که ما در 20 سال گذشته به لحاظ فرهنگی و به لحاظ معنوی به معنای عام کلمه بسیار زیان دیدیم خیلی از ارزش ها و سنت های ارجمند و برجاوند فرهنگی و اخلاقی خودمان را از دست دادیم و این گونه است که کسانی مثل آقای انصاری آرزو میکنند که ای کاش او دارد دوباره برگردد. محمد قدم علی زاده نوشته که فعلا بفرستیم کشورهای دیگر تا زمانش برسه یعنی در واقع دیدگاه آقای قدم علی زاده دقیقا در مقابل آقای انصاری قرار دارد دقیقا نقطه مقابلش است آقای انصاری میگه وطن هتل نیست که اگر دیدیم خدماتش خوب نیست ترکش کنیم و راه خود بگیریم و بریم ولی آقای قدم علی زاده میگن نه حالا ما میفرستیم شاید هم تنز میگن نمیدونم بفرستیم به کشورهای دیگه تا وقتش برسه که از اینا استفاده کنیم خب محمد مهدی نظری باید خدمت شما عرض کرد که همزمان با فراهم نبودن شرایط خوب اقتصادی و عدم موجودیت زمینه رشد تولید در کشورمان افغانستان متاسفانه زمینه آنچنانی فعالیت اقتصادی وجود نداشته است خب تا اینجاش درست تا اینجا ما با آقای مهدی نظری موافق هستیم حالا ببینیم در ادامه چی میگن و از برکت حکومت‌های متواتر بلخص حکومت اخیر که در افغانستان به وجود آمده است دور از یک تعداد اندک متاسفانه هر شخصی که در هر پست و مقام حکومت روی کار آمده است اول در فکر پر کردن جیبی خیش و بعد به فکر جابجایی و مقرر نمودن اقارب و آشنایان خیش در دفاتر و ادارات تحت ریاست خیش بوده است و در افغانستان هر شخصی خب این بخش دوم را ما میپذیریم بخش دوم دیدگاه آقای مهدی نظری هم یک واقعیت انکارناپذیر نپذیر است با تمام معنا ما این را با, با, تمام وجود خودمان در ادارات دولتی و در نظام اداری و ساختار اجتماعی خودمان متاسفانه حس می و حس کردیم بسیار قربانی هم دادیم یعنی شایستگان و اونایی که توانایی انجام کارهای بسیار بزرگی را داشتن و می تحولات شگرفی را در جامعه به وجود بیارن و وضعیتی را رقم بزنند که منتهی شود به سعادت کل جامعه اونا غالبا محروم ماندن از دست یافتن به پست ها و مناسب اجرایی و یا س... صلاحیت های اجرایی اما کم و بیش کسانی هم بودند که بر صورت راه یافتند تا اینجا خب درست و در افغانستان هر شخصی بخواهد صاحب وظیفه و مقام دولتی شود یا باید پارتی و آشنا داشته باشد و یا هم پول داشته باشد که بتواند از آن طریق به جایی برسد وگرنه امروزه صدها هزار جوان نخبه علمی و میلیون ها نیروی کاری افغانستانی که در ممالک همسایه و جهان در مهاجرت به سر میبرند ممالک مذکور از آنها به نفع خویش استفاده نموده خب ببینید روی آماری که آقای مهدی نظری دادن ما یک درنگی داریم یک تعملی داریم ایشان میگن صدها هزار جوان نخبه علمی این را ما فکر میکنم که یک مقداری اغراق‌آمیز باشه برای این که ما اگر صدها هزار ببینین آمار دیگه باید دقیق باشه شما وقتی میخواین آمار بتین یعنی اینکه که حرفتان را مستند میکنین به یک واقعیتی که غیر قابل انکار است وقتی شما میگید ما صدها هزار نیروی نخ... جوان نخبه علمی مهاجر داریم در کشورهای دور نزدیک بسیار تکان دهنده است این صدها هزار نخبه علمی از کجا به وجود آمد اینا مثل سماروق از زمین رویدن چون این چیزی امکان نداره ببینید ما در چهل سال گذشته با بحرانی مواجه بودیم که امکان تربیت هر گونه نیروی نخبه علمی در سطح عالی را از جامعه ما گرفته بود جنگ بود، خونریزی بود، ویرانی بود، آوارگی بود و شرایط ما هم در کشورهای مهاجر پذیر به گونه ای نبود که ما نیروی جوانمان را تبدیل می کردیم به نیروی نخبه علمی بنابراین غالبا روی آوردن به کارگری و فعالیت‌های فیزیکی و بدنی و در نتیجه ما تنها در طول 20 سال گذشته تنها تانستیم یک نسل را آموزش بدیم و البته اونم معیاری نبود. دقت بفرمایید. ما در 20 سال گذشته یک گشایشی را احساس کردیم، تجربه کردیم، یک گشایش بسیار بسیار مبارکی را از حق نگذریم. یک فرصتی فراهم شد که نیروی جوان ما وارد بازار نه به با تعبیر درستتر بگم وارد عالم این درستتر وارد عالم علم آموزی و فراگیری دانش شوند یک نسل فقط یک نسل یعنی 20 سال تمام 20 سال یک نسل است و مراکز علمی و اکادمیک و آموزشی ما از نظر استانداردهای آموزشی، از نظر نظام آموزشی، از نظر محتوایی که آموزش میدادند به متقاضیان در حدی حد نبود که بتانن همه فارغان خودشان را به عنوان نخبه تقدیم جامعه بکنن مکاتب ما مشکل داشت چون که داره دانشگاه های ما مشکل داشت و خیلی مشکل داره هنوز هم خیلی مشکل داره یعنی برغم این که ما یک تجربه 20 ساله را پشت سر گذاشتیم هنوز با معیارها منطبق نیستیم پس ما صدها هزار نیروی علمی نداریم ولی خب بله نیروی علمی نیروی نخبه داشتیم که کما بیش از مهاجرت اونا تعبیر میشه به فرار مغزها که در جریان تحولات اخیر بعد از فروپاشی جمهوریت اینا راه فرار و مهاجرت به کشورهای همسایه یا کشورهای اروپایی رو در پیش گرفتن خب صفحه بعدی لطفا حالا اون کشورها از اینا به نفع خود استفاده کردن و اینا از حقوق واقعی خود محروم می باشند ادامه دیدگاه آقای نظری پس امیدوار هستیم که یک حکومت اسلامی واقعی و خدمت مردم در کشورمان ایجاد گردد تا زمینه تحصیل و اشتغال برای مردم ایجاد شده مهاجرین افغان از سراسر جهان به کشور خود به کشور خود پناه آورده ترقی و پیشرفت کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب ما هم چنین امیدی و آرزویی داریم و این در واقع جزء رؤیاهای اصلی ما است. علی عادل کسانی که در افغانستان در خانواده بی پول به دنیا میآیند زندگی نمی کنند، فقط زندمانی می کنند یعنی تلاش می کنند برای زنده ماندن این البته تنها وضعیت افغانستان نیست این در واقع سرنوشت مشترک همه کشورهای بحران زده است تنها افغانستان نیست بگذریم از اینکه در ممالک راقیه در کشورهای پیشرفته و مدرن و صنعتی باز هم انسانها شهروندان و جوانان با مشکلات دیگه مواجه هستند مشکلات پیچیده‌تر مشکلات جدی تر فقدان معنا و معنویت در اون کشورها و نبود فضای عاطفی که ارزا کننده مطالبات درونی و عاطفی انسان ها باشه یکی از بحرانهای های بسیار جدی در کشورهای غربی است این را شما نادیده نگیرین ببینید مثلا ما در پنج ماهه گذشته در امریکا بیش از پانزده هزار نفر را به عنوان قربانی درگیری های مسلحانه در گزارش های رسمی امریکا و رسانه های امریکایی و غربی ثبت شده داریم بیش از پانزده هزار نفر آماری است که نهادها و رسانه های خود امریکا اعلام کردند که در عرض پنج ماه گذشته در اثر آزادی اسلحه و درگیری‌های های مسلحانه کشته شدند این یک بحران است این را نباید جدی بگیرید آقای علوی از مزار شریف سلام سلام عرضتون بخیر جناب آقای موسوی خیلی ممنون خوب سلام خدمت تمام عزیزان شنونده که ما از طریق تمدن میشنون خدمت تمام همکاراتون در هر بخشی که تشریف دارن ارادت دارم خیلی سپاسگزار از لطف شما سلامت باشین راجع به موضوع جوان چه نقش داره در یک نظام و در ساختار یک نظام و در ساختار یک جامعه بله در یک نظام و نفسی یک کل نونمار و در تربیت از او کوشش میکنیم که از یک رنگ و بوی بسیار عالی و خوب داشته باشه متاسفانه در افغانستان در طول 20 سال هم که فرمود شما که تمام روزنه ها باز بود مکاتب باز بود متاسفانه مکاتب ما فرمود به خودتان که مشکل داشت مکاتب پانتنای ما مشکل داشت و همیشه زابطه همیشه رابطه بر ضابطه حاکم بود اونایی که واقعا واسطه داشتن اونایی که واقعا پول داشتن سطح بهتر تحصیل میکردن و مدارک های عالی هم میگرفتن و در جاهای عالی هم اونا منصوب نصب میشدن به کار متاسفانه یگانه جوانه که جامعه ما قشر آسیب پذیر بود فقط خانواده های مستضعف بودن که اونا بسیار با سخت کوشی هم کوشش میکردن متاسفانه در آخر در امتحانات در نهایی چانس با اونا یاری نبود پس روی این ملحوظات اونا از آموزش اونا از مکتب اونا از پانتون دل میشدن می شدن دل سرد می مهاجرت می گرفتن مهاجرت در کجا؟ در پاکستان در ایران در پاکستان میرفتند در کان کله کار میکردند در ایران هم میرفتند جز شاقترین کارهایی که کارهای ساختمانی بود در اونجا یا در اونجا کار میکرد یا مثلا نظافتی بود در شاروالی شهرهای ایران کسایی که تحصیل کرده همین حال هم که شما اگر سراغ از کشور ایران بگیریم ببینید چندین هزار قشر جوان ما که واقعا در ساختار جامعه ما در ساختار نظام ما فوق الادم مؤثر است اونا مغزهای متفکر ما داریم اینقدر مغز متفکر داریم ما اینقدر مغزهای سازنده داریم ما اینقدر جوانهای روح بخش داریم که روحیه میته در جامعه متاسفانه امروز کلهم هم از این در لباس مهاجرت هستند ولی افغانستان اگه قرار باشه که جوانهای ما تشویق نشوند حالا فرق نمیکنم متاسفانه بعض وقتها جوانهای ما رو به نامهای مختلف که تو ازار هستی تو شیعه هستی تو سنی هستی تو تاجیک هستی تو پنچری هستی تو نمیفهم ایماق هستی تو نمیفهم کجایی هستی به اسمهای به ورچست های گوناگون اینا رو از سحنه های سازندگی و از صحنه های بنیادی این مملکت متاسفانه نیکاوت آوت که خیلی نیکاوت میکنن میگه برو خیر بله. فعلا ما باید این نظام امارت اسلامی نظام امارت اسلامی باید سرمایه گذاری مطلق و مشتق خود باید روی قش جوان سرمایه گذاری کنه چون به خاطر اینا مرزهای اینا همه آماده است هم توانش داره و هم گرفتشه داره مثل فایل کامپیوتر میگیره در مغز خود و این مغز هم دوباره میتونه فعالیت کنه از ما پیر کار ساخته نیست دیگه ماها باور کنه اگر در کارخانه صابون ما رو ببره صابون جور کنه خیلی بهتر میتونیم کالا رو پاک کنم ولی دیگه نمیتونیم که مثلا ما انگل های جامعه رو پاک کنیم اکش جوان میتونه موثر باشه به طور کلی وقتی تا نمیگیرم جناب آقای موسیوی خوشحال شدم که دوباره سعد من دو سر حال موفق شده باشه ان شاء الله تعالی باور کنید ما زمانی که معدمی هواخر که ما رفتم پاکستان باور کنید اینقدر قش جوان ما در اونجا سرگردان بودن اینقدر سرگردان بودن از اونا لری میگم کراچی دستیره همین که دمی کراچی ها باور کنه میپرسید تو چی تو دو در افغانستان چیکار میکردی؟ یکش میگه ما ماستر هستم، یکش میگه من لیسانس هستم، یکش میگه من دوازده پاس هستم متاسفانه کل اگیشون ویلان درسته، درست متاسفانه همینطوره خیلی ممنون آقای علوی عزیز، بخیر باشین سلامت باشین، خدا نگهدار شما بخیر باشین، خیلی ممنون خب، آقای علوی نکات خوبی را یاد آوری کردن قابل استفاده بود برای ما. اما در مورد اینکه نیروی نخبه و تحصیل کرده ما در کشورهای همسایه و در دنیای مهاجرت شرایط سخت و غیر انسانی رو تجربه می کنن. این روشنتر از آفتاب است و غیر قابل انکار این را ما به تمام معنا هم تجربه کردیم و هم حس می کنیم واقعیت امرمی است که ما از کشورهایی که به اونا مهاجرت می کنیم انتظار نداریم زیر پای ما فرش سرخ پهن بکنن ولی از حکومت خودمان از متولیان امور خودمان از نظام سیاسی خودمان از دولت خودمان انتظار داریم این کار را اگر نمی کنه یعنی اگر فرش سرخ پهن نمیکنه، حداقل هایی را به وجود بیاره که مانع مهاجرت مغزها و نخبگان ما به کشورهای دیگه شود اینا سرمایه های اصلی کشور ما هستند معادن و زخایر را میشه با قرارداد با چینی ها و روس ها و پاکستانی ها و امثال اینا استخراج کرد و به ثمن بخص به ثمن بخص تعبیر قرآنی در مورد حضرت یوسف که میخواستن حضرت یوسف را بعد از بیرون کشیدن از چاه به بهای ناچیز بفروشند خب میشه این کار را کرد با زخایر زیرزمینی و چند سباهی مثلا فرصتی برای کار و امثال اینا ایجاد کرد اما در نهایت این منابع و معادن و زخایر طبیعی فروکش میکنه به پایان میرسه پس سرمایه اصلی ما او گنجینه هایی که در زیر کوها و در لایه های پایینی زمین مدفون هستند نیستند سرمایه اصلی ما نیروی علمی، نیروی فرنگی و نیروی تحصیل کرده ای ما هستند که از اونها ما به عنوان مغزهای این کشور و نخبگان این کشور یاد میکنیم هر حکومتی، هر حکومتی بدون استثناء این مسئولیت را داره که هم استعدادها را بازپروری بکنه یعنی فرصتی فراهم بسازه و زمینه ایجاد بکنه که استعدادها درخشان شوند شکوفا شوند به فعلیت و عینیت برسن و تبدیل شوند به یک سرمایه و هم وظیفه داره که از این استعدادهای شکوفا شده و به فعلیت رسیده محافظت کنه با اونا را در جهت آبادانی کشور، در جهت بازسازی کشور، در جهت ساختن یک آینده درخشان و تابناک برای کشور به کار بگیرن نه اینکه فشار و ارز کنم که شرایط ناگوار را به اندازه زیاد بکنن که همه وادار به فرار شوند فرمایش آقای انصاری که گفت اینجا هتل نیست که ما اگر دیدیم خدماتش خوب نیست ترکش کنیم بریم این درست است در جای خود اما اگر شما شهروند خودت را به عنوان کسی که ریشه در این آب و خاک داره و تعلق خاطر عاطفی عمیق با این سرزمین داره و مثل مادر دوستش داره او را در شرایط قرار بتین که بین مرگ و زندگی مخیر شود طبیعی است که زندگی رو انتخاب میکنه حتی اگر در بدترین شکلش امکان ادامه یافتن پیدا بکنه و تنها راهی که او فراروی خود گشوده میبینه این است که کشور خودش را و وطن خودش را و مادر وطن خودش را ترک بکنه و بره به سرزمین دور و نزدیک بیگانه و بدترین و غیر انسانی ترین شرایط زندگی را تجربه بکنه با ماستری با دکترا بره مثلا در کارخانه پلاستیک بره به قول آقای علوی لیری بگیره و میوه فروشی بکنه در کوشه ها و سرک های پاکستان یا ایران یا هر کجای دیگر اونایی که اروپا رفتن هم وضعیت چندان خوبی ندارن ما در ارتباط هستیم با دوستانی که از اینجا رفتن همه اروپایی که مثلا براش انسانیت گفته میشه مهم است و از حقوق بشر دم میزنن و از مرزهای نمیدانم تعصب و عصبیت های نجادی و سرزمینی گذشتن همونجا هم که شما بری وقتی بومی اونجا نیستی و زادگاهت اونجا نیست وطنت اونجا نیست یک بیگانه هستی در هر حال و ارزش آنچنانی نداری این موارد را ما باید در نظر بگیریم و ما دوباره تکرار و تأکید میکنم که هیچ کسی و هیچ نهادی به اندازه ی حکومت ها برای محافظت از سرمایه های اصیل معنوی جامعه که همان نیروهای متخصص و تحصیل کرده ما هستند مسئولیت نداره علی عادل کسانی که در افغانستان در خوب ایر خاندیم فکر میکنم بله خواندیم صفحه بعدی لطفا محمد امین علی زاده ایجاد انگیزه در دل جوانان شرط اول برای حضور آنها در جامعه است بعد از حضور تلاش شود در قدم بعدی روحیه تملق و چاپلوسی که متاسفانه در 20 سال این روحیه به قدر کافی ترویج گردید از جوانان زدوده شود آنگاه زمان آن می رسد که روحیه ایثار اجتماعی در بین جوانان ایجاد شود زیرا کار کردن و حضور در شرایط فعلی برای جوانان منفعت شخصی ندارد و باید گفته شود که حضور اجتماعی مردم ما وابسته به حضور شماست و در پایان تلاش همگانی صورت گیرد تا روحیه صداقت و تعهد ایمانی و ملی در جامعه به صورت مطلق ایجاد شود تا همکاری ها و هم ها در جامعه موثر واقع شود به نظر حقیر گزینه های فوق راه عبور از گزینه های فوق راه عبور از بحران فعلی است تشویق به تحصیل جوانان مقدمه همه خوبی است کاملا با آقای محمد امین علیزاده موافق هستم و باز همین امر هم همین چیزی که آقای علیزاده بر او تاکید کرده وظیفه حکومت است ببینید یعنی مس... حکومت در همه زمینه ها مسئول است یک یک کلام مسئولیت داره که جوانان را تشویق بکنه به تحصیل و فراگیری علم مسئولیت داره که زمینه تحصیل معیاری و استندرد جوانان را فراهم بسازه مسئولیت داره که استعدادها را به شکوفایی و تابناکی و فعلیت و عینیت برسانه مسئولیت داره که از استعدادهای درخشان شده و شکوفا شده و به فعلیت رسیده و به مرحله بازدهی دادن رسیده محافظت بکنه تمام اینها مسئولیت و حکومت است و من تاکید میکنم به عنوان یک شهروند عادی و معمولی کشور عزیزمان افغانستان که مخصوصا انتظار ما از حکومتی که مدعی اسلامی بودن هست به مراتب بیشتر از سایر حکومت هست یک میان برنامه کوتاه. سلام مجدد و بازم خوش آمدین به برنامه با مردم موضوع ما جوانان هست اینکه جوانان در جامعه و کشور ما چه وضعیتی دارن و ما چگونه باید از نیرو و توانمندی و خلاقیت جوانان برای پیشرفت و آبادانی کشور استفاده بکنیم شماره ۲۲۵۱۱۱۵۶۶ در خدمت شماست و انتظار داریم که حداقل جوانان عزیز به این برنامه تماس بگیرن و دیدگاه های خودشان را مطرح بکنن که تا حالا غیر از آقای علوی تماسی نداشتیم تا دیدگاه هایی که در فضای مجازی در فیسبوک نوشته شده از طرف کاربران گرامی خیلی زیاد هست و ما همین را میخوانیم محمد سادات نوشتن که سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله با تأسف فراوان باید خدمت شما عرض کنم که مشکل بیکاری موضوع تازه ای نیست ما با این مشکل سالهای زیادی است که روبرو هستیم هر کسی که آمد در این سرزمین حکومت کرد اول خدمت به نزدیکان و دوم خیانت به مردم کرد در زمان جمهوریت به دو نوع صاحب کار می شودی. یا باید پول میدادی و می خریدی و یا هم واسطه ارگ می داشتی برای فقیرها کار نبود کسانی که نواسطه داشتند و نه پول دانش در این مملکت هیچ است حکومت فعلی باید یه سعدادیابی کند هوش بالا و روشن فکرها فعلا در کنج خانه یا خواب هستند و یا هم کراچیوانی می کنند. من خودم فوق لیسانس هستم در رشته اقتصاد یک سال از پشت کار می گردم. مطلب آخرم این است سابقه کاری در کشور ما یک رسم و رواج شده جوانانی که تازه فارغ میشوند از کجا سابقه کاری بیاورند دولت باید در پانتونه ها در کنار درس بخش کاری عملی را هم اجرا کنند بالای دانش آموز تا بعد تا بعد فارغ شدنش با مشکل مواجه نشود خب این گپ درستی است در واقع آقای علوی در تماس خودشان میگفتند که در پاکستان ماسترها و لیسانسه های ما را دیدن که لیری دارند و کار میکنن فروشندگی میکنن اما ما در خود افغانستان هم با این وضعیت مواجه هستیم در همین کابل ما داریم جوانانی را که با مدارک بالای علمی از دانشگاه ها و مراکز علمی و آکادمیک فارغ شدن اما به جای این که استخدام شوند در نهادها و سازمان های دولتی روی آوردن به کارهای بسیار بیارزش و بیفایده بدنی این همچنان که ارز کردم وظیفه حکومت است که بدون هر گونه تبعیض و تعصب به فکر استخدام این جوانان باشد صفی الله حمیدی خب ادامه دیدگاه آقای سادات این است که بله و در کنار مدرک تحصیلی مدرک حضور در بخش عملی رشته هم داشته باشند خب یک پیشنهاد بود از طرف ایشان که همزمان که شما درس میخوانین در کشورهای دیگه همینطوری دیگه حالا یکی از دلایلی که من گفتم با با آموزش میاری نه در سطح ابتدایی و نه در سطح عالی مواجه نیستیم همین است که ما مثلا کار عملی نمی کنیم صرفا میریم چند تا نظریه و تئوری اینا رو یاد میگیریم و وقتی مواجه میشیم با کار عملی به مشکل میخوریم قدرت انتباق داده ها و یافته های علمی من را با مسائل عملیاتی نداریم این یک از مشکلاتی است یا به تعبیر درستر بگم یک از بحران هایی است که ما در نظام آموزشی خودمان داریم خب صفی الله حمیدی جوانان سرمایه یک کشور میباشد باید از نیروی توان جوانان کشور باید کار گرفت حکومت مکلف است مساعد کار را با جوانان مهیا کنند تا کشور پیشرفت کند خب تشکر از آقای حمیدی محمد فیصل محمدی همه عزیزان با سلام شروع کردن و ما به همه میگم که و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته دیگه برای جویی در وقت بریم سر اصل مطلب جوانان کشور ما را به صورت کلی نمیتوان گفت اما تا حد بالای 80 درصد در شرایط بدی هستند که دچار مشکلاتی چون فقر و مشکلات روانی مثل ناامیدی مثل انگی بیانگیزه بودن سازگار نبودن با حکومت یعنی اعتماد نداشتن با حکومت و انواع مشکلات دیگر هستند که عامل اساسی آن بیکاری یعنی آمان فقر است تنها راهی که می توان از این وضعیت نجات یافت ساختن یک پالیسی خیلی بزرگ برای فراهم شدن کار و حصول اطمینان ملت خصوصا طبقه جوان بالای دولت می باشد جوانان ما ناامید هستند افسرده هستند با حکومت سازگار نیستن، به حکومت اعتماد ندارن. این چهارتا تا است که در دیدگاه آقای محمدی، محمد فیصل محمدی باستاب یافته و نشان می‌ده که باید در این مورد تأمل بکنیم. مخصوصاً حکومت و زمامداران امور در این خصوص مسئولیت سنگینتری دارند که با دقت بیشتری برخورد بکنن. صفحه بعدی لطفاً. مرتزا مرتضوی تمام جوانان کشور در یک بحران فکری و اقتصادی بسر میبرند در سرگردانی بسر میبرن. چگونگی حل بحران های اقتصادی مستقیما ارتباط میگیرد به دولت دولت روز به روز فشارهای های اقتصادی را روی جوانان زیاد و زیادتر میکند امید داریم که دولت بتواند زمینه کار را برای مردم بالخصوص جوانان کشور مهیا نماید علی سینا مددی امروزه یکی از دلایل اصلی جوانان مشکلات اقتصادی است که بیشتر جوانان ترک تحصیل می نمایند و از کشور خارج می شوند. باید حکومت زمینه کار را برای جوانان فراهم کند که جوانان به جای آباد نمودن کشورهای بیگانه کشور خود را بسازند. بله. سید محمد یونس هاشمی کدام پیشرفت آباد آبادانی سن جوانان به پیری رسید؟ نه پیشرفتی حاصل شد. نه آبادانی صورت گرفت همه چیز برعکس شد متاسفانه خب اینا هم هست یعنی واقعیت است که متاسفانه ما در جامعه خودمان با اونا مواجه هستیم و نمیشه اینا رو نادیده گرفت صفیه بعدی اگر داریم لطفا محمد حیدری همه ای ما میدانیم که یکی از دلایل اصلی روی آوردن جوانان به مواد مخدر بیکاری میباشد با حکومت باید پروژه ها و زیربناهای اقتصادی را فعال نماید و از جوانان بیکار کار بگیرد خب لسان لسانی یک اکثر جوانان در کشور از بیکاری رنج میبرند دو حکومت باید برای نیروی جوان کشور زمینه شغل و کار ایجاد نماید تا از استعداد و توانایی جوانان در آبادانی و پیشرفت کشور استفاده گردد این درست است ما در واقع مهمترین معزلی که در زمینه نسل جوان خودمان با او مواجه هستیم بیکاری است فقر است بیکاری میتانه زمینه هر گونه شرایط نامناسب را برای جوانان ما فراهم بسازه اول اونا رو دوچار افسردگی میکنه یعنی با افسردگی استعدادها نابود میشه کلن دو اینا رو وادار میکنه به انجام جرم، ارتکاب جرم و روی آوردن به کارهای خلاف قانون و خلاف شرع و اینا و سه، به هر میزانی که این وضعیت ادامه پیدا بکنه ما به سمت قهقه را حرکت می و به جای پیشرفت، پسرفت خواهیم داشت آرزو می که این وضعیت به پایان برسه از سپاسگزاری، از حضور شما و از همراهی شما با برنامه سپاسگزاری میکنم و دیدگاه ها هم همرا خواندم خیلی متشکر هستم از کسانی که دیدگاه هایشان را در مورد این موضوع نوشته بودن یا حق آز Oh cool. uh -huh.